روز چهارشنبه چند تن از فعالان سیاسی که بعد از انتخابات بازداشت شده بودند آزاد شده یا به مرخصی آمدند، اما در این روز تعدادی از معترضان در اصفهان بازداشت شدند. به گزارشی در این مورد توجه کنید. بعد از 7 ماه دادگاه انقلاب تهران با مرخصی 4 روزه برای عبدالله رمضان‌زاده موافقت کرد. سخنگوی دولت خاتمی که از فردای انتخابات بازداشت شد با سپردن 800 میلیون تومان وثیقه تنها برای 4 روز به مرخصی آمده است. آقای رمضان‌زاده از سوی این شعبه دادگاه به 6 سال زندان محکوم شد. دادگاه انقلاب همچنین با مرخصی 4 روزه برای بهزاد نووی موافقت کرده است. آقای نووی پیش از این به مدت 10 روز به مرخصی آمده بود. این چهره سرشناس سازمان مجاهدین انقلاب نیز به 6 سال زندان محکوم شده است. همچنین سایت خبری نوروز خبر داده محمد کیانوش راد از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و علی سمیزاده عضو کمیته اطلاع رسانی این حزب نیز آزاد شدند. علاوه بر این 4 فعال سیاسی روز چهارشنبه فریبا پژو روزنامه نگاری که 124 روز در زندان اوین به سر برد با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. خانم پژو که به تبلیغ علیه نظام متهم است 2 ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. سایت جرس هم خبر داده که نفیسه زار کهن و حجت شریفی زوجی که از 13 آبان بازداشت شده بودند با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شدند. این 2 روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی هستند. در حالی این فعالان سیاسی و مطبوعاتی آزاد شده یا به مرخصی آمدند که روز چهارشنبه در حاشیه مراسم یادبود آیت الله منتظری در اصفهان ماموران امنیتی بیش از 30 نفر را بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان نام مسعود عریب از اساتید حوزه علمی قم و رئیس ستاد میر حسین موسوی در این شهر به چشم می‌خورد. هنوز تعداد زیادی از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات در بازداشت به سر می‌برند که از جمله می‌توان به احمد زیدآبادی، مصطفی تاج‌زاده، محسن صفایی فراهانی و محسن امین‌زاده اشاره کرد. روز چهارشنبه دادگاه انقلاب بازداشت موقت کامران آسا را تمدید کرد. وی برادر کیانوش آسا از دانشجویان کشته شده در وقایع بعد از انتخابات است که از 16 آذر در بازداشت به سر می‌برد. همچنین روز چهارشنبه دادگاه کلوتیتریز تبعی کشور فرانسه در دادگاه انقلاب برگزار شد. دیروز محمد شریف وکیل عبدالله مؤمنی نیز اعلام کرد که مقامات زندان اوین از ملاقات او با موکلش ممانعت به عمل آورده‌اند.